سلام بر شما یاران و همراهان عزیز پیک شادی، سلام بر همه شما هموطنان عزیزی که در سراسر ایران در هر کجای این میهن زیبا هستید، سلام بر همه اونهایی که در روزهای سخت همدردی و همیاری نشون میدن، به یاری میشتابند، دستی رو میگیرند، زخمی رو مرهم میگذارند و دردی رو التیام میبخشند و کمکی رو ارائه میکنند. ما هم امیدواریم که بتونیم با پیک شادی این هفته و مجموع برنامه‌هایی که براتون در این رابطه در نظر گرفتیم، خنده رو به لب‌ها و شادی رو به دل‌های شما عزیزان بیاریم و بر این یقین و باور تردید ناپذیر تأکید کنیم که شادی پایدار مردم ایران، یعنی روز آزادی و حاکمیت مردمی، در راه و بسیار نزدیکه. این هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از سیلی که همچنان ادامه داره و آخوندهای دزدی که جز نمک پاشیدن به زخم مردم کاری بلد نیستن. هیچ وقتم در این گونه حوادث ما نباید با زبانمون، با قلممون، با تعبیرمون زخم به نمک مردم بپاشیم. خب زخم پاشیدن رو نمک مردم؟ اینطور که پیداست شیخ فری از ترس خشم مردم حسابی گاوگیجه گرفته و تعادل خودش را دست داده. این پاستار جعفری هم که یکی از مسببان اصلی فاجعه سیله به محل سیل رفت تا با این نمایش‌های مسخره مثلا خودش رو همراه با مردم نشون بده. من اینجا بحث نمی‌کردم، میرم رو همین جاده می‌شینم تا برید بچه‌های تخریب رو بیارید، بولدوزر بیارید، این جاده رو خراب کنید، کل نگه آفالی شده. البته این راهکارهای پاستار نشان جز این که بر دردهای مردم اضافه کنه هیچ نتیجه‌ای نداره. ببینید آش چقدر شور شده که خود شیخ فرید در جنگ و دعواهای باندی دستشون رو درو میکنه. بعد ما چیکار میکنیم؟ من با هلیکوپتر رفتم دیدم این جاده‌هایی که شکافتن، جاده‌ها رو شکافتن از اینجا اونجا اونجا راهن، هیچ تاثیر آب از این ور آمده این ور، آقلا بوده آمده گومیشون، هیچ فرق نمیکنه، این آب وایستده. این هم یه نمونه شبیه سازی شده از واکنش آخوندها و مهره‌های حکومتی در برابر سیل. توی این اوضاع و احوال تنها کاری که از دست این معاون وحشت زده شیخ فری بر اومده فوت کردن در بادکنک دولت بیکفایت شیخ فریه. حتما دولت ایران دولت ضعیفی نیست، ما دولت قوی هستیم، دولت ثروتمندی هستیم، میلیاردها دلار منابع طبیعی در همین استان خداوند تبارک و تعالی به اسم نفت و گاز و منابع دیگه قرار داده. یک کشوری که این همه ثروت داره که در مقابل یه حادثه‌ای دستش بلند نمی‌کنه که بگه من مشکل دارم. این هم جواب یکی دیگه از مهره‌های حکومتی به جهانگیری دولت قدرتمندش. بدهکارترین دولت 100 سال اخیر آقای روحانی، فقط 58,000 میلیارد تومان در یک سال، برابر با 200 سال قبل ایران ای پول قرض کرد. روز اول اومد گفت صندوق خالیه، جرا داد به دشمن. حالا اگه سوال تو اینه که این پولا رو چیکار کردن، جوابش ساده است، همه رو فرستادن تو خندق بلا. البته یه وقت فکر نکنید که آخوندها در برابر سیل هیچ کاری نکردن و نه،
این شما و این کمک رسانی آخوندها در مناطق سیل زده. دوشان غم سیلاب نداریم، ما خانه به دوشان غم سیلاب نداریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست، موجیم که آسودگی ما عدم ماست، هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله، هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله. تأثیر روزخونی آخوندا بر روی فاجعه استیل یه چیزی تو این مایه هاست. کنه بلا سر کنه بلا فرنس تک 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 این مورد سویا 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 مرک بیتو ایمان لا سر راکت فرم لا سویا. یه عده مثل این جانشین ستاد نیروهای مسلح خامنه‌ای وقاحت رو از حد گذروندن و طلبکار مردم هم هستن. خانواده هم عادت ندارن برای زندگی توی چادرها، یعنی حتی استانداری چادر زد ولی 70% مثلا خالی بود، استفاده نمیشه. اعصاب مردم که داغون شده به این ترتیب شروع کردن یک نوع خودزنی، یعنی جاده های خودشون رو بدون هماهنگی اجازه ستاد بحران چیه قطع میکنن. جاده هایی که قطع میشه در واقع سیل را منتقل میکنن به آبادی دیگه، در واقع کنترل نمیشه به خروجی آب. این جوجه بسیجی رود درازم به یاد طلبکاری های قبلیش افتاده و اینجوری با رقبا تصفیه حساب میکنه. تا درست رای ندیم همینی که هست، انتظار نداشته باشی یه نفر از مریخ بیاد یه کاری کنه مشکلش، چون همچی کسی وجود نداره. دو، اگر قراره یک نفر هی بیاد کار درست بکنه، خب اصلا چرا انتخابات داریم ما؟ جمع کنیم پس کی مردم باید بالنده بشن؟ ما خودمون باید درست کنیم، مردم باید روشن کنیم آقا جو اینجوری رای بده، درست رای بده. خلاصه اینکه آخوندا تو سراشیبی سرنگونی چاره جز دست و پا زدن های بزغاله‌وار نداره. بازتاب فاجعه سیل و خشم و نفرت مردم نسبت به آخوندا بالا گرفتن جنگ و جدال باندیه، به طوری که تیویدیش هم برای عقب نیفتادن از قافیه اینجوری مهرهای دولت شیخ فیرو سکه پول میکنه. زلزله میاد قافلگیر میشن، سیل میاد قافلگیر میشن، باد میاد طوفان میشه قافلگیر میشن، باد نمیاد هوا آلوده میشه قافلگیر میشن، دیگه کم کم دارن با غروب خورشید هم غافلگیر میشن. دوستان میگن متاسفانه خورشید در زمان نامناسبی دست از کار کشید و تعداد زیادی از کارگران ما رو در تاریکی بیابون ناپدید کرد. اصلا میشه خیلی از سازمانهای مرتبط با حوادث رو تعطیل کرد، به جاش یه سازمان غافلگیری تأسیس کنیم به نام ای وای چرا اینجوری شد. بله دیگه، اگه حساب وزن خودت و ابعاد سفره نظام رو نداشته باشی اینجوری غافلگیر میشی. البته مردم هم به اشکال مختلف و از جمله به زبون طنز واکنش کارگزاران رژیم نسبت به سیل رو به باد تمسخر میگیرن. دروازه قرآن اتفاق خاصی نیفتاده، یک متر آب نشسته، 30 نفر کلن 30 نفر کشته دادیم و تعدادی ماشین هم من برخورد کردن. خب خودروهای ما در حالت عادی هم تسمه تایمشون پاره میشه و دوچار سوانه میشن. این درست نیست که اینو بندازیم تقصیر شهر اصیل شیراز و ما در کرسی مجلس تمامی این اتفاقات رو محکوم میکنیم و دروغ محض و لعنت به شبکه‌های ماهواره‌ای، لعنت به کسانی که دشمنان نظام و رهبر مظلوم و مستضعفین هستند و مرگ بر آمریکا
و خدا نگهدارتون. گیر کردن نظام ولایت در سیلاب بحران ها به خوبی توسط این فیلم به تصویر کشیده شده. البته توی این اوضاع و احوال خبری از عظما نیست، اما احتمالاً مدام در حال کابوس دیدن و قبض روح شدنه. نظام ولایت نگو، آبکش بگو. ببینید این پاسدار قاسمی مشنگ چطوری از نفوذ در نظام میناله. خصوص نفوذی که حضرت آقا تو پیامشون فرمودند، جماعت باور کنید که این نفوذ نه از پنجره که دروازه هایی بازن. این جماعتی که رأی آوردن بنا به هر دلیل و شدن حاکم برای معیشت مردم و مطالبات مماشات ما با آمریکایی ها و انگلیسی ها و سعودی ها. نفوذی اونقدر زاده و آقا از دستشون دلخونه به گیر داد به خود روحانیت و به حوزه. خب ایها الجماعه انتبهوا النفوذ في الحوزه الجمهوريه الاسلامي. پاسدار عباسی هم که حسابی از دست رقیب شکاره، اینجوری برای شیخ فری خطا نشون میکشه. ناکارآمدیمون رو ما اصلاح طلبا و اعتدالگراها میندازیم گردن رهبری، میگیم رهبری پاسخگو باشد. ببین مردم مشکلات مالی دارن، موشکارم بده بره، قاسم سلیمانی هم از سوریه برگردون. کور خوندی؟ در این مملکت کسی اجازه نداره درباره موشک مذاکره کنه. اما از همه خنده دارتر این اطلاعاتی مشنگه که آب پاکی رو روی دست همه میریزه و زیراب نظام رو میزنه. الان دبیر شورای امنیت ملی آقای شمخانی اینو گفته، گفته الان دیگه کسی نمیاد مسئولین ما رو ترور کنه. حالا پولم بدیم به منافقین، بعضی از مسئولین ما رو ترور نمیکنن. چرا؟ چون این مسئولین دارن به نفع همون جریان نفاق کار میکنن. الان ما باید از آمریکا خواهش کنیم پول دستی بهش بدیم، تو رو خدا بیا فلان مسئول ما رو ترور کن. میگه این آدم من اونجاست، چرا ترورش بکنم؟ کارشناسان حکومتی هم اساسی چپ کردن و فاضلاب فساد در نظام ولایت رو اینطوری هم میزنن. ببینید الان مسئولیت های مجلس چجوری توضیح شده، رؤسای این کمیسیون ها کیا هستن. اگه شما یه ردیابی کنید میبینید که اینا اصلا سرشون توی آخر، بعضیشون تو آخر فولادی هاست، پتروشیمی هاست، برشورت پول میتیرن. همین الان چندین نماینده مجلس از وزارت نفت پول میگیرن که اینا بعد از اینکه از اونجا رفتن احتمالاً یه مسئولیتی چیزی هم لابد مثلا تو وزارتخونه. خب اینا اسمش فساده دیگه. اینو که این هم تصویری از مهره های حکومتی در مواجهه با حق مردم. این در شرایطیه که قیمت پیاز به کیلوی 18000 تومان رسیده و تبدیل به یک جنس لاکچری شده. بزن بیاد پیاز، بیاد آن بوی خوش پیاز که دارن صادر میکنن گیر ملت مظلوم نمیاد. پیازم من، پیازم من، پیازم گران قیمت شدم بر خود بنازم. دیگر من هم شدم قاطی میوه، به هر میوه فروشی در فرازم. این هم یک نمونه دیگه از محصولات نظام که اسمش رو گذاشتن کباب شلاقی. خانه آمد که دید کبابا یا ایت کبابا این میگه این میترد نوازی خواه این چرا این چرا خواه این چرا. اقتصاد مقاومتی در سالی که خامنه ای اسمش رو رونق تولید ملی گذاشته یه چیزی تو این مایه هاست.
تو روزگاری که خشم و نفرت مردم از این رژیم جامعه رو به حالت انفجاری درآورده، این شیخ ابوالشلغم هم اومده و برای مردم روزه نزدیکی به علما میخونه. مواظب باشید، مواظب باشید، مواظب باشید، یه دفعه رابطتون با علما، با مراجع، مردشون، زندشون قطع نشه. مواظب باشید، یه وقت پشت سر اینها حرف نزنید، سوء ظن به اینها پیدا نکنید. این کسانی که با رابطه با علما ندارند، بدبین به علما هستند، دشمنی با علما میکنند، اینها عاقبت به خیر نخواهند شد. حالا به علما نزدیک بشن که چی بشنون؟ از اینجور دجالگری ها. اسکندر ذوالقرنین که داشت اینجا عبور میکرد، شب رسید به این صحرا، دید از این قبه که زریح توشه و گنبد روشه، معلوم به قبه اسکندریه، چون اینجا رسید خوابید، دید از اینجا نور میره به آسمان، 6000 سال قبل از اسلام. گفت چه خبر اینجا؟ گفتن اینجا محل دفن وصی هشتم پیغمبر خاتم الانبیا است. دورش خط کشید، وقتی بیدار شد قبه را ساخت. اینجا اینه. بعضی از آخونده هم از ترسشون زدن تو کار مهد کودک و از این جنگولک بازی ها در میارن. آیه گل، از کجا اومدی شما؟ اقومی؟ باریکلا، آفری. تیویریش باز هم در زمینه سود زدن به رکوردهای جدیدی دست پیدا کرده. بخشنامه وام 60 میلیونی زوجهای جوان به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ شد. بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی، در پایان توجه شما رو به یه هنرنمایی جالب در زمینه نقاشی سه‌بعدی جلب می‌کنیم.